من خودم موقع جوانی که در واقع این دوره‌ای که اکثر شماها مبارزه می‌کردید تهای سنگین رو دادید، در واقع من داشتم بازی می‌کردم تو کوشا و شاید اصلا این حس رو هیچ تصویری ازش ندارم و چیزهایی رو که تلاش کردم که دسترسی پیدا کنم در طرف فعالیت خودم بوده، تحقیقات و بررسی های خودم بوده و خیلی جای امیدواری داره که امروز با عنوان یه آدم که یه نسل دیگه میاد در کنار شما ها نشستم، توی شما ها حضور دارم و در واقع تفسیر مبارزه برای من به عنوان فعال سیاسی مستقل این که ارتباط بین این نسل ها که قطع شده بود شاید بشه دوباره این ارتباط ها رو برقرار کرد و من باید به روی شونه های شما بایستم و مبارزه رو تیمی به جلو ببریم و پیش ببریم. این ارتباطی که در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرد سوال ها قطعش کنه و حافظه تاریخی رو در خصوص نسل من پاک کنه، من فکر کنم این نشست و این نشست های این نه میتونه این پیغام داشته باشه که شکست خوردی و نتونستی در واقع این اهدافت رو پیش ببری. فکر میکنم این از هر چیزی برای خود من به شخصه مهمتر بود حضورم توی این جلسه و همونجور که دوست عزیزمون در واقع اشاره کرده قبل از شروع و مصاحبه در واقع این سمینار این نشست دو روزه مخاطبش جوانان داخل ایران هستن و امیدواریم که بتونیم توی مجموعه دست به دست هم بکنیم و در واقع پیام مشخص و روشنی رو برای داخل بفرستم. قطعا من نمیتونم همیشه اتحاد کامل داشته باشم به دلیل اینکه شما دوست من دارم تاریخ صحبت میکنم که شما دوستان پیش زندگی کردید، پس کوتاهی یا قصوری اگر هست به بزرگی خودتون ببخشید و تلاش میکنیم که من تلاش میکنم که در واقع بیاموزم، بیشتر بیاموزم از نکاتی که دوستان میگن بزرگ محترم میزن و بتونیم با هم در واقع بعد نشست دو روزه بتونیم یه تعداد جمعندی خروج بشیم. صحبت هم رو شروع میکنم با نقطه اول سندانی که برای من بسیارتن انقلاب 57 و بعد اولی حکومت جمهوری اسلامی. از نظر من هر تلاطم انقلابی بر پایه‌ی سری نیازهای اجتماعی شکل میگیره که در واقع این نیازهای اجتماعی برخواست از نهادهای فردی فرهنگی جامعه هستن که نمیتونن پاسخ بدن به این نیازها و انقلاب 57 هم مستثنا از این قاعده نیست و توی نگرش عام اجتماعی اگر نگاه کنیم برای من تفسیرش اینجوریه که در واقع حکومت شاهنشاهی که دچار تناقض بود و نتونست به خیلی از نیازها پاسخ بده محکوم و محکوم به رفتن بود و باید به شیوهی که انقلابی بود باید از بین می‌رفت. در واقع جدای از مسائل بعد از انقلاب که چه اتفاقاتی می‌افته برای من یک پیغام مشخص داره این که انقلاب در واقع انجام شدنیه و میشه انقلاب کرد، میشه این در واقع انقلاب رو بهش جهت داد اگر از شکستان تجربه بگیریم. در واقع فاصله بین برای من تفسیرش به عنوان فاصله بین تا پرده نمایشه. نمایش اول سال 57 برگزار شد و برای من این فاصله الان فاصله بین دو تا پرده است و پرده ولی تلاش من به عنوان یک فعال مستقل چپ اینه که پرده دوم نمایش رو کامل‌تر و در واقع تیم اجرا کنه. اما چرا در ایران انقلاب شد؟ در واقع من فکر میکنم این سوال باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. مثلا چرا انقلاب میشه؟ حالا اینکه در ایران این اتفاق میفته ویژگی‌های خاص خودش رو داره ولی اصولا که در واقع تئوری‌های انقلاب، تئوری‌های جامعه شناختی انقلاب نگرش‌های مختلفی هست نسبت به این پدیده. من به عنوان یه فعال چپ خودم به پدیده انقلاب به عنوان یک جنبش به تکامل نگاه می‌کنم. تناقضاتی که یک سیستم نمیتونه حل کنه و این سیستم مجبور خودش رو
در واقع بازتولید کنه، بازسازی کنه، اشکال مختلفی میتونه به خودش بگیره، از جمله از اصلاحات تا انقلاب که توی تیز. و از نظر من در شکل عامش انقلاب مشارکت طبقات مختلفه توی پایین کشیدن هژمونی یک قدرت سیاسی و در واقع دست بردن توی سازوکارهای سیاسی جامعه. اما راجع به انقلاب 57 خودمون اگر من بخوام صحبت کنم، در واقع انقلاب 57 برای من تفسیرش اینجوری که انقلاب رو مردم کردن، توده‌های مردم کردن، توده‌های زحمتکش جامعه کردن و در واقع از این انقلاب چی بهره‌ای نبردن. راستش وقتی من به تاریخ نگاه میکنم، به تاریخ رجوع میکنم و برمیگردم، برای من این سوال مطرح بود از سالها قبل که چه اتفاقی پس برم و این بار متوجه شدم که توی دههی توی ایران کشتارهای عظیمی انجام گرفته. وقتی برم و این بار این نوجبه کنم به بوشن بخوردیم بحثا، برام این سوال مطرح بود که چگونه میشه حاکمیتی مستقر میشه و میتونه دست به این کشتارها بزنه. این سوالی بود که برای خود من مطرح بود در روزهای اول. وقتی بررسی بیشتری کردم، از نظر من نیستی که الان میخوام مطرح کنم، این زاویه دیده منه و ممکنه توش نمازه اشتباهات و چیزهای زیادی باشه، ولی بحثم رو مطرح میکنم. فکر میکنم شاید از یه جنبه های تازهی داشته باشه برای نسل خودم، نسل جوانی که تو ایران امروز دارم در واقع این برنامه رو میبینه و بحثایی که شاید به گوششون نخورده، فرصت این نبوده، حکومت این اجازه رو بهشون نداده. در واقع من تحول انقلاب رو و قیام 57 رو محصول برخورد گرایشات سیاسی و طبقات مختلف اجتماعی می‌بینم. از جمله در واقع حضور طبقات کارگری و زحمتکش جامعه و همینطور طبقه که بعدها خیلی از محققان جامعه شناسا بهش پرداختن به اسم طبقه متوسط سنتی یا در واقع تجار بازار، میتونیم یکی دیگه از این طبقه ها رو نام ببریم که در واقع توی انقلاب سهم داشت و در واقع نقشی پا کرد. از طیف های ملی‌گرا، ملی مذهبی، تمام اینا که بعدها تو دولت موقت خودشون رو در واقع نشون دادن، تمام این طیف ها وجود داشت توی پروسه انقلاب. اما اون چیزی که در واقع انقلاب رو تبدیل به یک شورش، در واقع قیام رو تبدیل به انقلاب کرد و به شورش در واقع شهری و جنگ مسلحانه شهری کشون، اون خواسته های در واقع طبقات پایین جامعه بود، خواسته های طبقات کارگری جامعه بود. در واقع این انقلاب رو در واقع به وجود آورد. چرا؟ اینکه وقتی به تاریخ برمیگردیم، برای من این سوال مطرح بود که چگونه میشه که از چند ماه قبل از در واقع وقوع انقلاب، نشستهایی توی کشورهای مختلف از جمله نشست گوادلوپ که همتون بهتر از من میدونید شکل میگیره، چگونه در واقع توی ترکیبی بین نیروهای دست راستی داخل جامعه و در واقع امپریالیسم جهانی چگونه توافقاتی شکل میگیره برای اینکه بتونن با کمترین هزینه در واقع این تحول رو از سر بگذرونن و بر اساس همون اصل معروف هر چی که قابل نجاته باید نجاتش دار. در واقع این در واقع این سوال رو مطرح کرد برای خود من برای اولین بار که چگونه میشه که شرایطی فاصله سالهای 56 تا 57 در واقع تا قبل از خروج شاه از ایران شرایطی محقق میشه، شرایطی به وجود میاد که این پروسه در واقع تکوین پیدا میکنه و با خروج شاه از ایران به صورت تحولات اجتماعی به شدت بالاتر میره و منجر به قیام بهمن 57 میشه. اما واقعا خیلی از سازمان ها و گروه های سیاسی بر اساس اون چیزی که من درک کردم خواهان
تغییر و تحول نبودن، خواهان به معنی انقلابیش نبودن و قرار برید نبود که اصلا این اتفاق بیفته. این چیزی که در واقع وقتی برمیادید به نشد به بحثایی که مطرح میشه تو اون دوره، به عنوان مثال آقای هویزر که یکی از مشاوران نظامی امریکا بوده و به طور مخفیانه چند ماه قبل از انقلاب وارد ایران میشه، توی جمله معروفش توی کتاب خاطراتش این حرف رو میزنه که مطرح میکنه که میگه ما در واقع وقتی به این نتیجه رسیدیم که شاه دیگه رفتنیه و نمیتونه بمونه، شاه رو از پریز برق در آوردیم و خمینی رو جاش توی پریز برق داریم. این در واقع برخواسته از، به نظر من برخواسته از همون اصل معروفی که امروز ما داریم میبینیم، وقتی به قیام های مصر، تونس و چیزی که بهار عربی معروف شده، وقتی به این قیام ها رجوع میکنیم در واقع میبینیم که سه اصل مشخصی که همیشه نیروهای دست راستی داخل حکومت ها و همچنین امپریالیسم جهانی، سه محور اصلی که در واقع همیشه برایشون مطرحه و مهمه، حول این سه محور از تاریخ معاصر خود من از جنبش مشروطیت به این بر حتی وقت نگاه میکنیم، این سه اصل تا به امروز هم وجود داره و برای اهمیت داره برای در واقع کشورهای اول قدرت دنیا، کشورهای امپریالیستی دنیا. و اون این و اون این سه اصل به نظر من اینه که یکی تضمین جریان نفت، دومیش حفظ ارتش و ماشین سرکوب و سومیش سرکوب کردن و خاموش کردن جنبش های انقلابی و چپ و کارگری. و این سه اصل در واقع حتی امروز هم که نگاه میکنیم به جنبش های مصر، تونس وجود داره. ارتش دست نخورده میمونه، خواسته های مردم خیلی محدود میشه، به رفتن حسنی مبارک یا به رفتن بن علی محدود میشه. و این شرایط در واقع شرایطی بود که قرار بود توی ایران این اتفاق هم بیفته و به این شکل خیلی به شکل فرمالیته و از بالا همه چیز تعریف بکنه، ولی این اتفاق نیفتاد به خاطر همون فشار از پایین و فشار نیروهای چپ و انقلابی توی اون مصدر. در واقع من به دو تا جبهه تقسیم میکنم و سعی میکنم توی این دو تا جبهه بیشتر صحبت کنم، این تحولات قبل از انقلاب رو و توی علوش سالهای 57 رو. در واقع به دو تا جبهه انقلاب و ضد انقلاب من این رو تقسیمش میکنم و جبهه ضد انقلاب برای من تعریف و تفسیرش از میتونم طیف های مختلفی باشه که در مقابل تحول انقلابی بایستن، از لیبرال ها شروع میشه و میتونه تا به مذهبیون که بعدها قدرت رو دست گرفتن، روحانی که قدرت رو دست گرفتن، میتونه تو این طیف تعریف بشه جبهه ضد انقلاب. و جبهه انقلاب در واقع برای من جبهه‌ایه که خواسته های طبقات کارگری و طبقات پایین جامعه رو در واقع مطرح میکنه، آزادی هاش سطحش وسیع‌تره، در واقع ابزار مبارزش متفاوته و خواهان زد و بند یا در واقع معامله از بالا نیست و به قول همون جمله معروف چیز رو برای از دست دادن نداره، میره که تا بتونه امتیازات رو کسب کنه. اما این جریان ضد انقلاب در واقع به خودش به گروه های مختلفی تقسیم میشه، از جمله چیزی که من ازش به عنوان طبقه متوسط سنتی ازش نام بردم، یه تاریخچه در واقع یه گذشته خیلی عمیق و پیچیده‌ای داره توی تاریخ معاصر ما، از قبل از جنبش مشروطیت با فتوای شیرازی اون آخوند معروف سر وعده تحریم فتون و تنباکو برای اولین بار این طبقه خودش رو معرفی میکنه به عنوان یک طبقه، از تمام سلسله مراتب و ساختارهای عمودی جامعه رو میشکنه دیگه، برای بازاری به عنوان یک طبقه فرق نمیکنه که بازاری شمال باشه، جنوب باشه، کرد باشه، ترک باشه، یهود باشه، برای اولین بار بازاری میفهمه که برای دفاع از منافع خودش باید در واقع جمع بشه حول خواسته های مشترکش. این طبقه برای من نقش خیلی مهمه توی انقلاب 57.
و حضورش و چگونه میتونه سازماندهی کنه، چگونه میتونه شبکه‌اش رو گسترش بده و در واقع چیزی که خیلی از ما انتظارش نداشتیم. حتی وقتی من به عنوان یه جوان امروزی میخونم که به فرض گروه های سیاسی که تو اون مقطع پیروی میکنن، به دنبال بحث‌های خمینی میفتن یا از شعارهای اون حمایت میکنن، برای من که امروز نگاه میکنم یه مقدار تعجب برانگیزه. ولی اگر خود منم تو همون دوره بودم شاید همین رفتار سیاسی رو میکردم و همین اشتباه رو مرتکب میشدم. اما اینکه چگونه این طبقه میتونه خودش رو از بعد از من مجبورم برگردم، ببخشید که من یه مقدار به عقب برمیام، ولی مجبورم یه خیلی کوتاه یه اشاره بکنم به نقش این طبقه توی در واقع انقلاب 57، چون خیلی بحث شده راجع به اینکه ضعف ها چی بوده، کمبودها چی بوده، یا به فرض اینکه نبوده یا در واقع عدم آگاهی یا کمبود آگاهی، نبود یک حزب انقلابی، یک حزب انقلابی طبقه کارگر و و و و چیزهای دیگه. از اینجور مباحث صحبت شده، همه تونم بهتر از من میبینید، ولی من تلاش میکنم که به اون طرف قضیه، در واقع به اون نیمه لیوان نگاه کنم که اون طرف قضیه چه اتفاقی افتاد که تونست سازماندهی کنه، تونست در واقع خیلی از گروه سیاسی به پشت خودش بیاره. حتی اگر این حمایت آگاهانه نبود ولی وجود داشت، و این اهمیتش از این زاویه است برای من که امروز هم تو شرایطی قرار می‌گیریم که در واقع این در از نظر عامش، اشکال عامش خیلی شباهت‌های زیادی داره به اون مقطعی که دوباره تلاش نیروهای راست برای اینکه بتونن حول یه سری خواسته های کلی بتونن آدم ها رو جمع کنن و بعد دوباره بعد وعید دادن ها، قرار گذاشتن ها و این که بریم اونجا رو آزاد کنیم و بعد تصمیم میگیریم که چه بشه. این شرایط شرایطی که در واقع از دید من تو همون مقطع مطرح بود، کما که وقتی نگاه میکنیم به بحث ها و شعارها خیلی برای من جالب بود که این حتی خمینی تو بیانات خودش، من تا اونجایی که من نگاه کردم حتی یک بار راجع به مسئله حقوق زنان صحبت نمی‌کنه. هیچ کس هم نمی‌پرسه که بالاخره این بحث چی میشه. خیلی شعارها کلی، خیلی مباحث کلیه، خواسته‌ها کلیه و این کلی بودن و عدم وجود صف‌بندی‌های مستقل منجر به این میشه که در واقع چیزی که حالا ازش به اسم توهم نام می‌برن که مردم یا توده‌ها توهم داشتن یا بخشی از جریان‌ها توهم داشتن و به دنبالش راه بودن. اما این گروه سیاسی، این سازمان سیاسی، این طبقه در واقع چی کار کرد؟ برای اینکه خیلی کوتاه و مختصر چیزش کنم، جمعش کنم، از این در واقع وقتی حداقل به تاریخ 4-5 سال بعد از انقلاب که برمیگردیم و روش میزنیم، در واقع از اونجا میبینیم که این طبقه امکاناتی رو داشت که گروه‌های سیاسی دیگه نداشتن. در این به این دلیل بود که سرکوب‌هایی که حکومت شاه میکرد، در واقع این سرکوب‌ها دستبندی شده بود. در عدم وجود نیروهای چپ و انقلابی توی جامعه، این فرصت رو به این جناح داد که از طریق ارگان‌های مثل مساجد که چیزی در واقع نزدیک به 4000 مسجد تو اون مقطع مکانی بود برای این که بتونن مردم رو در واقع افکار عمومی رو سازمان بدن، جمع کنن و بحثاشون رو مطرح کنن با آز سخنرانانی که با پول بازار در واقع با این هزینه این درگاه و تجار سنتی جامعه ایران تغذیه می شدن و تلاششون برای این بود که بتونن از همون موقع جلب افکار رو بکنن. و این محصول کشمکشی بود که بین حکومت پهلوی و در واقع این دایره از طبقات اجتماعی داخل ایران شکل گرفت. کما اینکه از تو سالهای 54 رقمی که من دارم اینجا در واقع یه چیزی حدود موقعی که دادگاه های اصناف تشکیل میشه توی ایران در سالهای 54 چیزی حدود 18000 در واقع مغازه‌دار یا کاسبکار خرد اون مقطع به عنوان گرانفروش در واقع جریمه میشن و
دولت تلاش میکنه که از طریق حزب رستاخیز توی انجمنهای صنفی و بازار نفوذ کنه و اون بحران اقتصادی اون مقطع رو به گردن این دایره میندازه و کشمکش‌ها از همینجا در واقع این دایره با این طبقه اجتماعی به اوج خودش میرسه و برای اولین بار ما میبینیم که توی اون مقطع یه سری از بازاری‌ها دستگیر میشن، کسایی مثل حاج محمد معینی، حاج اسدالله بادامچیان، حاج قاسم دباسچی، حاج محمد مانیان، حاج محمد مدیر شانجی و تو اون مقطع این بازاری ها دستگیر میشن و به زندان انداخته میشن همراه با یه سری روحانیونی که شما بهتر از من میدونید، در جمله بهشتی، مشکینی، اردبیلی و غیره و غیره. در واقع این کشمکشی بین این لایه از سرمایه‌داری تو ایران که از قدرت سیاسی محروم بود علاوه خصوص بعد از مشروطه، این کشمکش در توی سال 55 به اوج خودش میرسه با بحران اقتصادی که حکومت شاهنشاهی دامنگیرش میشه و این کشمکش به خاطر ابزارها و امکاناتی که در اختیار این طبقه اجتماعی میتونه یک شبکه سراسری فراگیر رو شکل بده که وقتی تو تاریخ رو من برم دارم وقتی نگاه میکنم به یک روز قبل از ماجرای جبهه سیاه در روز 16 که نماز عید فطره چیزی جمعیت قریب به 500,000 نفر در واقع میان تظاهرات میکنن و اونجا برای اولین بار شعار حکومت جمهوری اسلامی اونجا مطرح میشه و این ماها قبل از در واقع وقوع قیام بهمن 57 و این نشون میده که این شبکه سراسری فراگیر تونست از طریق ابزارها امکاناتی که داشت، از جمله امکانات مالی وسیعی که داشت و سرکوب کمتر بود، در واقع برخوردی که شاه میکرد یه برخورد دوگانه بود، اون برخوردی که با نیروهای چپ انقلاب میکرد قابل مقایسه با برخوردی که با انقلاب میکرد نبود و همه این شرایط دست به دست هم داد توی فضایی که یه جنبش همه با هم مطرح بود و صف بندی‌های اجتماعی مستقل وجود نداشت، قیام اتفاق بیفته که در واقع تمام بار سختی و از دست دادن عزیزان و تمام مشکلات و این مسائل و طبقات محروم و توده‌های جامعه در واقع به دوش می‌کشند، ولی انقلاب تبدیل میشه به پلکانی که از پله در واقع روحانیت و لایه دیگه از سرمایه‌داری در ایران به قدرت میرسه، لایه‌ای که بعد از مشروطه در اون قدرت رو نداشت و برای من واقعا جای افسوس تأسف داشت وقتی نگاه میکردم که حتی قوانین اساسی مشروطه هم که مسئول 100 سال مبارزه بود اونها هم از بین رفت، یعنی ما یه عقبگرد چی میگن دبل کردیم به واقع از دید من، این که همین که دستاوردهای گذشتمون از دست دادیم، همین که از مقطعی که تو گذشته بودیم باز به عقب‌تر برگشتیم و این تو این شرایط تو این بستر انقلاب 57 شکل میگیره و فکر می‌کنم برای من به عنوان یه جواب تنظیم دست دیگه میاد، برای من این نکتهش خیلی مهمه که دوباره فریب نخوریم، دوباره این اشتباه مرتکب نشیم و باید رفت به سمت اینکه یک بار دیگه بلند شد دستامون رو دست هم بدیم. من نیاز دارم به وجود شما، من نیاز دارم، نسل من نیاز داره به کمک شما، نسل من نیاز داره به تجارب شما، نسل من نیاز داره به اینکه در واقع از تجارب و دستاورت شما استفاده. من بحثم آقای مختلف هستم. اونجایی که به بحث من برمیگرده این هست که به بحرون من در این بخش از صحبتان در رابطه با تقابل مردم با حاکمیت جمهوری اسلامی در سال نخست انقلاب بهمن 57 است و
ولی مقدمتاً من حضورتون عرض کنم که این ریشه انقلاب من از تاریخ خیلی دور و حلاج و مزدک اینها رو می‌سرم، ولی انقلاب مشروطیت که همزمان با انقلاب 1905 روسیه بوده در واقع تمام دنیا را متوجه خاورزمین کرد و نشون داد که انقلابات میتونه چه تحولی در زندگی بشر وجود بیاره. از انقلاب مشروطیت تا به این سو تا الان جامعه ما سه دوره کوتاه فرصتی به دست آورد که بتونه از فضای باز سیاسی استفاده کنه، خودش رو مشکل کنه، مبارزه کنه، زندانیان سیاسی آزاد بشن. یه دوره بعد از انقلاب مشروطیت بود که این دوره بعد با کودتای رضاخان از بین رفت. دوره دوم بعد از پایان جنگ جهانی دوم و دستگیری رضاخان توسط متفقین به خاطر همکاری با هیتلر و تبعید ایشون به جزیره گابون، این دوره با تبعید ایشون فضا باز شد، زندانیان سیاسی آزاد شدن، رسانه ها و تشکلات فعالیت خودشون را از سر گرفتن و اون موقع محمد رضا شاه که پسر ایشون را سر کار آوردن معروف بود که فقط تو کاخ خودش تو خونه خودش شاه، بیرون کسی قبول نمی کنه. ولی اون دوران طولی نکشت، با کودتای 28 مرداد 32 به پایان رسید. بعد از اون شاه به عنوان ژاندارم منطقه و قلعه قدرت منطقه که با پشتیبانی دولت‌های قدرتمند غربی به ویژه آمریکا هم برخوردار بود و با توجه به اقتصاد نفت که بعد از دهه 50 یه سود سرشاری را به صندوق حکومت پهلوی گرفت، عظمت علوی حکومت پهلوی تمام جهان را با برگزاری جشنهای 2500 ساله گرفت و من اخیراً سوئیس رفته بودم، تو لیگانو هتلی را نشون دادم که رئیس جمهورا میان اونجا زندگی میکنن و آشپزخونه اون هتل روزانه برای مهمونهای جشنهای 2500 ساله باید هواپیمای خصوصی غذا و دسر برای جشنهای 2500 ساله. یعنی اینو به این خاطر میگم چه پولهایی تو اون مملکت بود، ولی شما تو تهران پایتخت اون مملکت که قرار حرکت کنه به سوی دروازه های تمدن شما زاغنشینا را میدیدید، شما جایی را میدیدید درست سر خیابون هاشمی آذربایجان یه شیری هست اونجا لباس میشویند، غذاشون را اونجا میوهشون را میشویند و اون برش کاخهایی که ساختمونهای سربازدارا داشتن توش زندگی میکرد، فاصله طبقات خیلی زیاد شد. اینکه سالهای 54 به ویژه بحران سرمایه‌داری در ایران در جهان به هر حال آغاز میشه و ایران هم فرا میگیره، بسیاری از پروژه هایی که شاه از سیاست های بلند پروازانه در دستور فعالیت های خودش گذاشته بود و حکومتش گذاشته بود و این پروژه ها تعطیل شدن و بحران همه جای جامعه ایران را گرفت و یواش یواش بیکاری بالا رفت و دستمزدمون جمع شد، این باعث شد که یه نارضایتی عمومی جامعه ایران را بگیره. دیگه از سال 55 ما میبینیم که زمزمه های اعتراض آغاز میشه و بهرو شاه مجبور میشه قدم به قدم عقب نشینی کنه و فشار فضای باز سیاسی و رعایت و بشر و غیره هم مطرح میشه و این مسئله شاه و بادار میکنه و عقب نشینی. در صورت که شاه سال 74 در گفتگو با میانه فلاچی خودش رو به عنوان کسی که رهبر مسلمانان جهانه دوبارم از طرف امام زمان براش بهیمده بهش مطرح میشه، موقعی که میگه شما در کشورتون مخالفون را اعدام میکنه میگه علی اگر شما کمونیست ها را میگین تروریست ها هستن اعدام میکنیم و بعد میگه چرا زن شما هر پهلوی به اندازه شما قدرت نداره، عصبانی میشه میگه تو حتی بهترین آشپزهای دنیا مردا هستن زنان نیستن. این شاه سمبول هم گرایش مردسالاری هم ناسیونالیسم ایرانی هم مذهبیش بوده
و موقعی که ما به این سیستم نگاه میکنیم و چرا در انقلاب 57 گرایش مذهبی دست بالا رو میگیره، به سادگی لازم نیست خیلی عمق جامعه تحلیل کنه. موقعی که ما داریم میبینیم 120 هزار آخوند طلبه تو ایران از آزادی بیان کامل برخوردار، تمام دیکوره ها اینا میتونن برن سخنرانی کنن. حسینیه ارشاد 1 کیلومتر این برانبر، شما یادتون حتما اونهایی که دیدن هست، موقعی که شریعتی سخنرانی میکرد من جمعیت تو خیابونه صف بسته بودم. جلال آل احمد به عنوان جوانی که به حزب توده میپیونده خیلی سریع سردبیر نشریه دنیا میشه، بعد توبه میکنه، از کفر دست میکشه، حتی مکه میره، میاد. تئوری انقلاب اسلامی را به نظر من نه خمینی بلکه شریعتی و جلال آل احمد ها ریختن و پیاده کردن در جامعه. خمینی به نظر من از اونها درس گرفت، نه او خمینی به قول من بنیانگذار جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی را از قبل شما 42 اعتراضی که داره میشه، اطلاعیه حزب توده را بخونه که ما مثل حسنی رفتار نمیخواییم بکنیم، مثل حسینی باید شهید بشیم، باید جلوی این بایستیم، از خمینی آنچنان دفاع میکنن، اون موقع بنیادش گذاشته شد. و در مقابلش گرایش چپ رو میبینیم، هر کسی ذره ای فکر میکنن که چپه، حتی کتاب خونم نباشه، شلوارلی میپوشه، کفش کتانی میپوشه، زیر نظر تهدید و تعقیب ساواک میده، دستگیر میشه. هر کسی کمترین گرایش آزادی خواهی داره دستگیر میشه، زندانی میشه. در صورتی که شما همین زمان شاه دانشگاه میخواست که بری از شهرستان مراکز، و موقعی که دانشگاه ها زیاد نبودن، اگه پدر مادر امکان گرفتن یه اتاق شهریه تامین زندگی شما را نمیداشت، شاید اول هم بوده نمیتونسته بری دانشگاه، ولی کافی بود بری طلب خونه، از همون اول تمام امکانات در اختیار مجانی گذاشته میشد، کمک میشد. طلبه را سربازی نمی بردن به آغاز با اون، ولی دانشجو را از دانشگاه می گرفتن، دیپلمه را می گرفتن، می بردن سربازی. اگه جنگی نبود، اگه اتفاقی نبود، 2 سال تمام اون از زندگی شغف، ولی شما طلبه خونه می رفتید، 2 سال از زندگی چلو بودید، همه چیز هم برات محلی بود. اینو به این خاطر تاکید کردم، کسایی که دارم میگن انقلاب بهرو اسلامی بوده، انقلاب تا شعاراش برمیگرده، تا به ویژه تا 26 دی که شاه بره بیرون، همون موقع ژانویه 79 کنفرانس بوگودولو، پس رؤسای جمهور 4 تا کشور لندن و انگلیس و آلمان و فرانسه و آمریکا در اونجا شرکت کردن، بینشون کشمکش است که حکومت شاه رو نگه دارن. ولی تظاهرات های 18 اکسابات تا 12 تا 18 دی و بیشه 23 دی نزدیک فکر کنم گفتن 2 میلیون نفر فقط تهران تظاهرات کردن، به این نتیجه میرسن که حمایت خودشون از شاه قطع کنن، از با جریان اسلامی ارتباط بگیرن، تقویت کنن، و 26 هم شاه ایران را ترک میکنه با اینکه دیگه گذاره. و از اون به بعد تو اون موقع شعاران رو نگاه کنه، ارتش خلقی ضد خلقی منحل باید گردن، آزادی، برابری، شعارا ایناست. از اون موقع به بعد شعار تبدیل میشه ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست. اون موقع به قول معروف کسی خمینی رهبر ماست، ارتش برادر ماست، این شعار رو نمیداد. این خواست کنفرانس گوادلوپ بود که ما با گرایش مذهبی رابطه میگیریم، ولی ارتش ایران رو حفظ کنه، بخاطر اینکه این ارتش از بین بره تعادل منطقه شاید بعدا به هم بخوره، ارتش رو نگه داد. و این که ژورنالیسم بورژوایی و خود جمهوری اسلامی همین الان هم از انقلاب 57 ایران به عنوان انقلاب اسلامی اسم میبرن، انقلاب اسلامی نه. ماهایی که شاهدای زنده هستیم هیچ کدوم به خاطر اسلام خیابون نرفتیم. حتی خود خمینی هم نمیگفت آقا شما بیایید برای اسلام خیابون، نمیگفت ما هنوز اقتصاد مال خر است، ما برای اسلام انقلاب کرده، میگفت پول آب و برق رو میتونیم مجانی بین تمام شهروندا تقسیم کنیم. خیلی خوب بود، کسی که کارگره، کسی که فقیره، پول برق رو بیارن مجانی کنن، آب و مجانی کنن،
پول نفت رو بیارن در خونش بهش بدن. دیگه این جامعه داره، جامعه برابر عادلانه داره میره. شعرهای بدی نبود. منتها خمینی به مثل این که این انقلاب عظیم مردمی رو که در تاریخ خودش به لحاظ سیاسی به لحاظ اجتماعی عظیمترین انقلاب قرن حاضر بود، دید که تونست اون 120 هزار آخوند طلبه دست بالا رو بگیرن و موقعی که خمینی ایران اومد بعد از اون حدود 80 تا سازمان مذهبی مسلح 5 نفره، 10 نفره، 20 نفره برای خودشون کمیته درست کردن، بازار رو میبستن، فرودگاه رو میبستن، باز میگرفتن، اعدام میکردن، خونگردی میکردن، هر کدوم این چیزا رو راه انداختن. خب نیروی جوانی که از زندان ها آزاد شده 20 سال زندان بوده، 15 سال زندان بوده، خب از این انتظاری وجود نداره بیا سازماندهی کنه. میلیون ها کارگر، میلیون ها آدم آزادی خواه به سازمان های سیاسی چپ رو آوردن، نمیتونه سازمان شد، بلد نیست، تجربه نداره، از زندان اومده بیرون، اصلا نمیتونه جلو مردم بشینه 5 دقیقه تحلیل کنه. تو زندان که آموزش سیاسی نظامی ندیده، غیر از سرکوب و شکنجه و زجر و فشار. موقعی که میاد بیرون، خب اون گرایش مذهبی هم حمایت بین‌المللیش داره، هم مسجد و منبرش از قبل داشت داره، هم امکانات مالیش داره، هم نیروی اجتماعی که جامعه و عقب‌مونده‌ای که ازش داره حمایت میکنه. و در مقابل این نیروی چپ، سازمان‌هایی که انسان‌های آزادی‌خواه و برابری طلبی که میگه من برای اسلام انقلاب نکردم، برای آزادی انقلاب کردم، من میخوام وضعیتم به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی نسبت به دوره قبل بهتر بشه. و این مسئله انقلاب شد به همین سادگی. و موقعی که این انقلاب شد، تو اونجایی که به نیروهایی که در مقابل جمهوری اسلامی وایستادن، واقعا از سال 57 تا سال 60 یه جنگی بین نیروها. شما نگاه کنید، خمینی اولین پیامش در مورد این که مشروبات الکلی را جمع کنند، دومین خواستش اینه که دیگه زنهای بی‌حجاب نمیتونن وارد ادارات بشن. ولی ما میبینیم 8 مارس 58 چند میلیون نفر شرکت کردن با شعار آزادی، برابری، آزادی نه شرقی نه غربی. ما انقلاب نکردیم که روسری سر بکنیم. اون تظاهرات چند صد هزار نفره که تو تهران خبرگزاری فرانسه هم خوشبختانه اون موقع از اون فیلم برداری کرده، تو یوتیوب تو دسترسی است، مادری با چادر اومده داره میگه من میخوام چادر داشتم، چون دخترای من نمیخوام، باید آزاد باشن. و شما میبینید ما چجوری اون راه پیمایی جلو نمیدونم نخست وزیری و جلو دانشگاه، جلو دادگستری، همه اون حزب الله حمله میکنه، مقاومت داره میشه. در مورد این مسئله معین، تو اونجایی که به مسئله کردستان برمیگرده، درست کردستان خرداد 59 خمینی دستور میده از زن تا اون موقع کشتار داره میشه، از زمین و هوا کردستان حمله کنند. یعنی از تمام این گروه های حزب الله، ارتش، نیروهایی به کردستان حمله میکنن. منتها کردستان یه نیروی اجتماعی قوی بوده به اسم کمیته، کار کرده بوده سالها، تونسته یک شوراهای شهر روستا رو وجود بیاره، یک مقاومت مردمی را در مقابل جمهوری اسلامی تشکیل بده. درست اسفند ماه همون 58 ترکمن صحرا یه همچه شکلی پیدا میکنه، شوراهای ترکمن صحرا این توماج و چهار نفر دیگر رو گرفته بودن، آورده بودن زندان. ولی اینا رو برمیگردن زیر کل قنبت، جنازه شون رو میدازن اونجا. خلخالی خودش میگه همون روز 96 نفر رو اعدام میکنن، ترکمن صحرا رو به خاک خون میکشن. به خوزستان نگاه کنیم، خوزستان رو به خاک خون میکشن، به سیستان بلوچستان نگاه کنیم، چوبای دار خلخالی تو همه جا به قول معروف رعب و وحشت وجود میاره. تا
طبقه کارگر رو ببینیم، شوراهایی که پس از دیگری کل جامعه رو میگید، اتحادیه بیکاران جنوب یه سازمان خیلی گسترده و وسیعی هست، بحث از کنترل تولید میشه، سیاست غلطیه، ولی خب نشریه بیکار هر روز می‌نویسه کنترل تولید در کارخانه ها، بحث غلط از این جنبه حکومت سرمایه‌داریه داره سرکوب میکنه، شما کارخونه چجوری میکنید تولید کنترل ولی داره فکر میکنه. تو اون دوره بحث از سوسیالیسم میشه، کمونیسم میشه، انقلاب میشه، برابری زن و مرد میشه، امپریالیسم میشه. بحثای اون موقع رو نگاه کنه، همه بحثا تو نشریات و سازمان ها اینه. یه بخشی از چپ دوچار این شده که موقعیت ماهیت طبقاتی خمینی و جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار بده. آیا خمینی به قول معروف خمینی میشه امام ضد امپریالیسم؟ امپریالیسم، ضد امپریالیسم بودن با ضد سرمایه‌داری بودن دو تا مقوله کاملا جداییه. احمدی نژاد و آقای چاوز از همه بیشتر امروز ضد امپریالیسته. ولی آیا حق حقوق کارگر رو میدن؟ جامعه رو آزاد گذاشتن؟ جانی ترین انسان ها حسن نصرالله از همه بیشتر ضد امپریالیست. یعنی امپریالیست کسی که میتونه ضد امپریالیست باشه، ضد کارگر باشه، ضد کمونیسم باشه. یعنی ضد امپریالیست بودن هیچ مقوله آزادی خواهی توش وجود نداره، مگر اینکه به کاپیتالیسم، مبارزه به کاپیتالیسم گره بزنه. در مورد این مسئله معین که اونجایی که به مبارزه برمیگرده شما نویسندگان را ببینید. شام را اولین کسی بود که در مقدمه کتاب جمعه داره هشدار میده که به قول معروف همون بعدا داره میگه دهانت را میگویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، تو اونجا هشدار میده به جامعه، داره میگه که درست 58 این کتاب جمعه در میده سانسور به کتاب فروشی ها را اشغال میکنن، روزنامه ها را اشغال میکنن، دیگه آیندگان را میبندن، چه تظاهراتی در مقابل بستن و آیندگان را میفته. این مبارزه ادامه پیدا میکنه، میاد مسئله دانشگاه ها میشه. دانشگاه ها موقعی که انتخابات میشه میبینن که آرای دانشجویان چپ تو دانشگاه ها وزنه سنگینیه، گرایش مذهبی ضعیفه تو دانشگاه ها، برخلاف اینکه دو سه ساله این گرایش مذهبی تو جامعه داره میخواد جامعه رو اسلامی کنه، نمیشه. رفسنجانی موقعی که میره تدریس سخنرانی کنه خفتشو میگیرن، برمیگرده میره پیش خمینی میگه وضع خیلی خرابه، دانشگاه ها با ما نیست، دستور انقلاب فرهنگی رو میدن، حمله میکنن به دانشگاه ها، با کشتار دانشگاه ها رو سه سال میبندن، سه سال جامعه ایران رو از علم و دانش محروم میکنن، با هدف اینکه دانشگاه رو اسلامی کنن، با هدف اینکه دانشجویان چپ آزادکاه رو پاکسازی کنن. 8000 باید استاد دانشگاه رو اون دوره پاکسازی میکنن به عنوان گرایشات چپ و آزادکاه اینا داشتن، دانشگاه ها رو سه سال بعد باز میکنن، فکر میکنن خیالشون دیگه راحت شد، ولی دانشگاه ها جنگ گریز بوده. آقای مخمل باب حتی بعد از بستن دانشگاه ها با پاسدارا تو خیابونه را می افتادن، دانشجویان رو چپ و کمونیست شناسایی می کرد، تحویل سپاه بدن تو خیابونه کم نبودن. آقای مخمل باب کسی که معرفی در خیابونه دستگیر کرد. در مقابل این مسئله معین تو اونجایی که به مسئله خاص مردم تحت ستم کردستان و سیستان بلوچستان و خوزستان برمیگرده، تو تمام این ترکمن صحرا برمیگرده، جمهوری اسلامی جنگ گریزیه بین نیروهای آزادی خواه و برابری طلب، نیروهای کارگری، تا اوجش میرسه به جریان سال 60. 30 خرداد دیگه جنگ شروع شده از 59 و خمینی به خوبی تشخیص داد که این جنگ یه نعمتیه، تحت عنوان فضای جنگی هر کسی نفس بکشه اعدامش میکنن. دیگه اون دادگاه های دو سه دقیقه ای که سال 67 مطرح بوده، درست روز 31 خرداد سید سلطانپور که دو ماه پیش از سر عقد عروسیش گرفته بودن آورده بودن با 7-8 نفر از بچه های پیکار 31 خرداد اعدامش کرد، سعادتی و غیره و کشتار کردن. اون موقع جمهوری اسلامی با افتخار می نوشت که روزنامه امروز 100 نفر تو اعدام، 50 نفر تو معدل، 10 نفر تو اردو، 20 نفر تو
کردستان و بلوچستان داریم می نوشت رسمی الان اعلام میکرد به خاطر اینکه روح و وحشت تو جامعه بود، به دلیل اینکه جامعه رو نمیتونست مهار کنه. بنابراین ما به معنای واقعی تقابل با جمهوری اسلامی را از سال 57 درست از 22 بهمن تا سال 60 این تقابل قشنگ داره میبینید. یه طرف نیروهایی هستن که جمهوری اسلامی را نمیخوان، یه طرف و حتی مثلا حزب توده و اکثریت جمهوری اسلامی را میخواست، جمهوری اسلامی بالاخره دو سال بعد کشتار رو شروع کرد. اونا هم رحم نکرد، به پنیست رحم نکرد. اول رئیس جمهوره که خودش رو به خمینی پدر بزرگش پدرش به بازرگان و غیره که اینا در واقع اون موقع جامعه ایران را نگاه کنیم بعد از انقلاب، حتی روزهای قبل از انقلاب و اینا، یه طرف نیروهای به اصطلاح ملی، لیبرال، مذهبی بایستادن، یه طرف نیروهای چپ و کمونیست و آزادی خواه بایستادن در مقابل هم سفارایی کردن. اونا میخوان حکومت رو نگه دارن، اینا میخوان با کل معروف حکومت حداقل اون قوانین ضد انسانیش از بین ببرن. موقعی که زنا چلو نخست وزیری رفتن اعتراض کردن، وزرای آقای بازرگان اومد بیرون بهشون گفت کشور اسلامیه، شما باید قوانین اسلامی رو رعایت کنید. خمینی فرمان میداد. حتی جمهوری اسلامی به حدی وحشت داشت از مخالفین خودش، تو خارج از کشور مخالفین خودش رو کشورهای مختلف تعقیب میکرد، ترور میکرد. ترور رجعبی، ترور بختیار، غلام کشاورز، ستر کمانگر، قاسم دو را خودشون رفسنجانی پای میز مذاکره دعوت کرد، قدیش بشینن با میانجیگری جلال طالبانی اینو مذاکره کنن. نماینده جلال طالبانی هم منجر بود، روز اول مذاکره میکنن، روز دوم اینا رو میکشن. و معروفه که میگن دو تا تیم بوده و تیم اول اگه موفق نمیشد تیم دوم دو سفارت آماده بوده وارد عمل بشه و هر دو تیم احمدی نژاد به هماهنگی میکرد. حالا چقدر این چیز وجود نداره. من سال 1992 تو کنگره پن جهانی تو اتریش شرکت کرده بودم، از 104 کشور نمایندگان انجمنهای قلم اومده بود. یه شبش رئیس جمهور اتریش مهمونی داده بود، من و دکتر گلمراد مرادی رفتم باش صحبت کردیم، شما چرا پرونده قاسمی رو هنوز باز نمی کنید؟ رسمن اینا هم تأسف کرد و اون یه خط قرمز، من اون موقع که نبودم دولت اتریش، یعنی برای دولت اتریش پرونده قاسمی رو باز کنه علنی اعلام کنه خط قرمز. این خط قرمز چیه؟ منافع سیاسی اقتصادیه. تو اون دوره فقط 210 نفر از کردستان عراق ترور کرد، اسمش لیستش وجود داره. یعنی جمهوری اسلامی از سال 57 تا سال 60 کشتار کرد، گروه گروه کشت. اعدام های سال 60 تا 62 هولوناک بود، دادگاهی در کار نبود تو سدیگر باشه. خلقاده موقع کردستان اومد یک کاغذ های فرمایی داشت، داده بود به پاسدارا هر کسی را اعدام میکنیم اسمش و فامیلش رو بنویسه، ساعت اعدامش رو محلش شد. گروهبانی که از پادگان مهاباد اومد بیرون به عنوان بیسیمچی بود، اینا 4 ساعت کار میکردن، 48 ساعت استراحت میکردن، از پادگان فرار کرده بودن اعدامش کردن. طرف مرتضی بود راست کرد تو فرودگاه سنندج اعدامش. برای بچه‌ای که پیکار عکسش انداخته بود پاشو گرس گرفتن با بارانکار به دیوار چسبوندن میخوان اعدامش کنه، مادرش گریه میکنه، خلقانه بهش میگه ناراحت نباش، شما رو اینگه نمیگه پسرت بیگناه، ما اعدامش میکنیم میره بهش، اگه گناه هم داشته باشه میره جهنم. به دخترایی که باکرن و از نظر اسلامی دختر باکره اگه اعدام بشه میره مستقیما بهش، هر جور میداشته باشه، شب قبلش به عرض خواسته را نمیاد. یک گروه تو زندان سنندج به عرض خواسته را در آورد، جاهای شب بهشون تجاوز میکردن و صبح اونا رو میبردن اعدام. این خواستاران که بعض موقع هم یه کول و یک قوت شیرینی با یه معمولی به خاطر اینکه پدر مادر رو در بیندازه
اونو هم نابود کنه در خونش میفرستادن که تبریک میگفتن دختر پیشرفت به قول معروف تو هیتلر امروز رو اعدامش کرد. همین آقای موسوی که من توی بحث دیگه میخوام صحبت کنم سرش مستقیما به قول معروف امروز شده اصلاح طلب و خیلی ها دنبالش افتادن دوباره، ایشون از همون سال 58 تو عضو حزب جمهوری اسلامی شد، بلافاصله رئیس دفتر سیاسی شد، نشریه انقلاب اسلامی سردبیرش این بود. الان حسین شریف مداری از کیهان به عنوان چماغداری علیه همه استفاده میکنه، آقای موسوی به عنوان سردبیر اون مسئله از اون استفاده از دوره قدر قدرتش. من جمله‌مو با این مسئله این بحثمو تموم کنم که کسایی که دارم میگن که انقلاب ایران با حمایت خارجی به پیروز رسید دروغ بزرگ، انقلاب ایران با قدرت میلیونی مردم ایران به پیروز رسید. ابرقدرتهایی که حمایت کردن از گرایش مذهبی حمایت کردن و چون به دلیل اینکه اون دوره اطراف شوروی به یک کمربند صدر اسلامی احتیاج داشتن رفتن تو پشت گرایش مذهبی نکنه گرایش کارگری به جد دست بولا را بگیرن. و دومش اینه که این انقلاب اسلامی نبود، برای اسلام نبود، اتفاقا برای رفاه آزادی برابری بود. اینو ژورنالیسم غربی و جمهوری اسلامی اسلامیش کرد و من فکر میکنم که کسایی که اون انقلاب دیدن و هنوزم خاطرات خیلی شیرینی از اون بیاد دارن و بعدم کشتاراش که اومد به ویژه به قول معروف امروز عمیق‌تر از اون موقع فکر میکنن که رهایی جامعه بعد تحت انقلاب سیاسی اجتماعیه، ولی این انقلاب باید بدونه چی میخواد. مثل انقلاب پنجاه شاهره بعدم فکر میکنیم، الان باید فکر کنه چی میخواد. یه بحثی از همیشه میگن انقلاب ایران چرا انقلاب بود؟ هر کسی که از زاویه ایران خودش به مسئله میپردازه. تصور من اینه که ما دو تا انقلاب تو ایران داشتیم، دعوایی هم نیست به نظر من، همه راست میگن. دو تا انقلاب داریم، یکی انقلاب ضد سلطنتی شروع میشه تا 22 بهمن سال 57. نیروهای تشکیل دهندهش مشخصه. به فیلما نگاه کنید، به شمالا نگاه کنید، به تصاویر نگاه کنید، میدونید. خب نمیخوام بگم که اصلا از گرایش دیگه توش نبوده، بس من این نیستش برای یک بریجه رو پیدا کنه بگو این هم هست یا از سال 42 شروع شده بود یا مثلا نمیدونم جامعش پونزده خودم اصلا شروعش این داستان ها بود. به منظور من این نیست بینید تو سال 57 نگاه کنید نیروهای تشکیل دهنده انقلاب در سال 57 نگاه کنید خیلی مشخص. خب ببینید زنان هستن، دانشجو هستن، نگاه میکنیم ببینیم که مثلا کانون وکلا هست، کانون نویسندگان هست، مثلا شهر کانون نویسندگان شروع میشه یه جمعه گوج میگیره جمعهش، خانواده زندانیان سیاسی هستن، مثلا باعث شعله بخش شدن میشه، تحصان شده داد گستریه. مرد بیان جلوتر نگاه میکنیم 13 آبان رو ببینیم تو شهرهای مختلف هم اگه نگاه بکنید یک تعداد خاصی هستن. درست یه آخوندی رو میدازن جلو، حالا اینکه چه اجتماعات چون مرتکب میشه یه بحث دیگه هست، بحث همین نیست، ولی اینکه مشخصه چه نیروهایی در اونجا شکل گرفتن، در شکل گرفتن جنبش تو سال 57. این انقلاب تا 22 بهمن 57 انقلاب ضد سلطنتی رو ما میدید. از فردای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی یه انقلاب دیگه شروع میشه، به نظر من انقلاب اسلامیه که تا همین الان ادامه داره. نیروهای تشکیل دهنده انقلاب اسلامی کاملا متفاوت از نیروهای تشکیل دهنده انقلاب ضد سلطنتی هم. به فیلم ها نگاه کنید، به عکس ها نگاه کنید، اینایی که تو جهادن، اینایی که تو سپاهن، اینایی که تو بنیاد شهید هستن، اینایی که به قول خودشون نهادهای انقلابی رو تشکیل میدن، اونایی که سقوط جنگ رو اداره میکنن، اونایی که سالها سال تو دوران جنگ در واقع جبهه ها رو پر میکنن، پشت جبهه ها رو پر میکنن. نماز جمعه ها رو نگاه کنید، تا
تو شهرها و روستاها اینا کسایی نیستن تو انقلاب بودن. اکثر رو بگیر بازی دیگه نگاه کنن، اینا اونا نیستن تو انقلاب. در واقع انقلاب اسلامی از 23 بهمن ماه شروع میشه و در تقابل با انقلاب زده سلطنتی. بنابراین انقلاب اسلامی و نیروهای تشکیل دهنده انقلاب اسلامی میرن برای پرداختن به نیروهایی که انقلاب زده سلطنتی رو اداره کردن یا انقلاب زده سلطنتی رو پیش بردن. از همون روزهای اولش هم مشخص. برای همین هم با هر گونه دستاورد انقلاب ضد سلطنتی یا با هر گونه دستاوردی که جنبش مترقی ایران در یک صد سال گذشته داشت یا در یک صد سال قبل از اون تاریخ داشت هم مبارزه میکنه، از قبل از انقلاب شروع کرده است، یا با همه چی به مقابله برمیزنه، حتی دستاوردهایی رو میاد نقد میکنه. این یورشی که انقلاب اسلامی انقلاب ضد سلطنتی یا نیروهای تشکیل دهندش میکنه از فردا انقلاب شروع میشه. به کجا؟ اولیش که خود نگاه میکنیم میبینیم دیگه همون کمیته استقبال از امام خمینی رو همون نگاه کنیم متوجه میشید که کی رو خوش هستن و بعد میبینید وقتی که توی مدرسه علوی تو مدرسه رفاه وقتی دادگاه رو تشکیل میدن اولین کاری که خمینی میکنه، اولین کاری که انقلاب اسلامی میکنه مقابله با دستاوردهای انقلاب مشروطیت، یعنی ادارت کنه همون لحظه اول از ببینه که دستاورد انقلاب مشروطیتی و به جاش دادگاه شهر و در دادگاه شهر شما میبینید که همه اون تلاش ها از بین میره و مفاهیم مثل مفسد فدرس و باقی و تاقی و این ها میاد حالا اون موقع باقی و تاقی نمیگفتن بشن تاقوت رو میگفتن باقی و اگر در اومد بررسی خورده ولی خب همون موقع مفسد فدرس، محارب و تاقوت اونها چیزایی رو که اون موقع تولید کرده مشخص بود وقتی جلوتر بره از این مفاهیم برای سرمایه‌دار چه کسانی استفاده می‌کنه، این مفاهیم رو چه کسانی بهتر میشه سوار کرد و بخواه اطلاق کرد. متاسفانه نیروهای سیاسی هم به این هم توجهی نداره. تمام جریان سیاسی از تشکیل دادگاه را حمایت می‌کنه. تمام نیرو از مجاهدین بگیرید تا اسکتوده تا پیکار تا برای با هر کدوم نگاه بکنید از این دکتاتورها حمایت میکنند تا تیپایی مثل حافظ جوادی اونها که بزر کمیته حقوق بشر بعد یا باید شعر میگن برای کمیته مثل سیاهوش کس شده میخواد تا تیغه میگوره بزن شاید متاسفانه این واقعیت هست یا مجاهدی در طور با دادگاه تشکیل دادگاه خرقه می نویسند و موارد رو توضیح می دن که توجیه می کنن حتی اعدام آدم های بیگناه حتی توجیه اعدام آدم های بیگناه می گن پیغمبر هم موقع که یهودانی مبعثه رو توی موقع اعدام کرده همه رو کشتن همه آدم هایی که اونجا کشته شدن لزومن اونها همشون زده انقلاب نبود و برای پیش بردن به مکتب مهم بوده اونم تازه نمیزای اولی تو تابستون 58 یا این برد اونایی کسی هم گرفتن گرفتن کشتن رو هر میگن تو اسم تو دو اونا کسا که جای کردن یه واقعی من نگاه نمی کردن که یادگاه ها بیا جلوتر وقت به شکر در اون شما هم حتما خواهد کنید به این توجهی نمی کرد بعد هم دیگه خب رشوی شما رو داشتن میزدن خب خوششون میدون یا چیزهایی که لاغر در کشت و کشتها دست داشتن در جرایت دست داشتن در شکنجه دست داشتن خب بدونی که درچه کنم اونایی که اومدن پتانسیل بسیار زیادتری در جنایت و شباهت و شکنجه دارن نگاه به این نمیشد از اصلا امایت نمال من حالا من نمیخوام به این مسئله بپردازم ولی زمینه های این که چرا بعدا رژیم تونست بیاد این دستاوردهای یکی به یکی از بین ببره تو خود ما هم بود، یعنی ما هم با اشتباهاتمون به این هم دامن می‌زدیم.
خاطر که کسی توجهی نمی‌کرد به شرایط متفاوت کشورها. همه ماها تو همه سالهای اول، تو همه ماهای اول شعار اصلاحی که انحلال ارتش بعد از پیروزی ها حالا کسی توجهی ها انحلال ارتش شهرانی این ها چیزهایی بود که خواسته های بود، ولی کسی توجهی به این نمی‌کرد که ببینید حاکمیت در دست نظام جمهوری اسلامی است، حاکمیت در دست ما نیست، قرار نیست ما اون نظام ثابت رو از بین ببریم، قرار نیست ما اون دستگاه سرکوب ثابت رو از بین ببریم و یه دستگاه درست منطقی انقلابی و مترقی ایجاد کسی به توجه نمیکرد که همون سیستم ارتش کسی رو نگاه نمیکرد. اون سیستم ارتش هم رفت که سیستم ضد مردمی بود، ولی با این حال بسیار بسیار اون سیستم نزدیکتر به ما بود تا سیستمی که قرار بود جای گزینش بشه. سپاه، کمیته ها و نیروی سرکوبگری که داشت از توی دهات قهدریجون نمیدونم اصفهان دهات نمیدونم عقب‌افتاده ایران داشتن فرمانده هاش هم میشد مثل شمخانی به فامیلیاش هم داری واقعی بیدن نمیدونم به شمخانی و محسن رضایی و همین کسی که امروز داریم کسی به اینا توجهی نمیکرد که این نیرو و این بافت و اون جریانی که در میاد این هولناکتره و این میتونه مخربتر باشه و اتفاقا همه نگاههایی بود که آقا ما حاضریم با اینا کراتوری بگیم این نیرو مردم است و مردم است و اونجا همه بکنه همه جریان سیاسی دیدواره داشتن آقا رضوی توده غلیظترش بود و یا بعدها ادامهش دادن بگیم همه اینو داشتن متاسفانه. و بعد وقتی میاد جلوتر میبینیم مسئله دانشگاه هم پیش میاد، مسئله اتفاقا زمینه هایی که من هم میخواستم به فرزم به انقلاب فرهنگی چون زمینه هاش از اینجاست، مسئله دانشگاه هم پیش میاد. شما دانشگاه رو هم که ملاحظه میکنید میبینید میام بز بخوام سفارت دستگیری سفارت همه سفارت امریکاست و گروگانگیری که با قول خمینی ازش به عنوان انقلاب بزرگتر از انقلاب اول نام میبره و همه نیروهای سیاسی به پشتی حکومت میان حالا سرفرض یک چقدر اومدن و ده اومدن یا ولی خب واقعیت که این رو به عنوان مبارزه ضد امپریالیستی حالا حتی در شکل میبینن غالبا ازش حمایت میکنن یا سکوت تعییرآمیز میکنن ولی نگاه نمیکنن که این جامعه داره جامعه رو میدن اصلا شعارهای ضد امپریالیستی دارن. ببینید تو انقلاب ایران من یادم وقتی انقلاب پیروز شده بود بازم همین شما داستان شبیه سیاسی من یادم اسفند 57 حتی خود مسعود رجوی هم مصاحبه داره مطرح میکنه در اونجا که آقا انقلاب ضد دیکتاتوری پیروز شده الان مرحله مرحله انقلاب ضد امپریالیستی است و تو کیهان دو صفحه چاپ میشه. چرا؟ چون که کیهان هم سردبیرش رحمان آزادی است مستقر سیاسی حزب توده اونا هم خط رو دوست داشتن، نمیدیدن و به نظر من اشکال همینجاست نقطه اینجاست برای اینکه ما باز یه شبیه سیاسیه. ببینید نگاه میکنن دوباره به جای دیگه دنیا، حالا مثلا تو کوبا، مثلا تو ویتنام مبارزه ضد امپریالیستیه. بله دولت های اونجا چون دولت قدرت در دست دارن، نیرویی که داره این شعار میده خودش قدرت در دست داره و با در دست داشتن قدرت و دادن این شعار هر کسی که مخالفت کنه میبردش به امریکا، میبردش به امپریالیست، هر کسی آزادی آزادی هم میخواد، هر کی حتی مبارزه سندیکایی هم میخواد بکنه، مبارزه به نفع تمام کارگر هم میخواد بکنه، حتی هر آدمی میخواد مبارزه کنه منتها در چارچوب نظام حاکم نباشه حتما میبردش به امپریالیست، حتما میبردش به قدرت خارجی و حتما دستگوش میکنه کما که تو همه کشورها مشاهدهش میکنی. اونتا یه وقت اینا نیروی سیاسی ایرانی نمیاد این نگاه کنه که آقا در ایران که شما قدرت نرسید همون شعار ناامیدی، همون شعار نمیدونم کوبا رو میدی، یه نیروی عقب افتاده ارتجایی به قدرت رسیده، اگه تو هر از شما جلوتر نباشه عقبتر نیست در مبارزه ضد امپریالیستی، از یک موضع عقب مونده ارتجایی و مادون با امپریالیسم هم مخالفه، با همه مظاهرش هم مخالفه. اینه که خب اینو توجه بهش نمیشه، اینقدر شعار میدی ولی نمیفهمی که در واقع تو داری فضا رو برای خودت میبندی. من یادم به اولین روزی که اولین جمعه سال 60 اولین جمعه بهمن 60 اولین جمعه بهمن 60 ما رو زده بودن تو داستانی اوین، خیلی هم همه کسایی که روز تو زندان بودن تو داستانی
شکنجه کرده بودن. نه صبح بود، برد اومده بود، بهمن ماه بود، آفتاب هم بود. جمعه ما رو گذارم تو هواپوری، این هواپوری که نه بیرون از محققه دادستانی همونجا که محل شکنجه بود و شعبات پاسجی بود، اونجا با سوار با سرود مرگ بر امریکا گذاشته بودن بلند، ما مجبور بودیم ورزش بکنیم همراه با سرود نرمش بودیم، همراه با سرود مرگ بر امریکا. یعنی تا اینجا هم میاد پیش اومدن. حالا میرسیم به مطلب، میبینیم به مسئله انقلاب فرهنگی. ببینید خب کجا بودن نیروهای انقلاب ضد سلطنتی؟ کیا بودن؟ زنا بودن اولیش. یه شاخص انقلاب ضد سلطنتی زنا بودن دیگه. هم اول که باید بودن زنا باید سوسنی سلطنت متعبون اقل تیرشون نبودید امیدی اقل میشین میکرد بعد دوباره آن جایی دیگه پیش اومد. خب بعد ملاحظه میکنیم میبینیم میاد آزادی بیانه میگه چی؟ میگه من آیندگان نمیکنم. بعد هر حجوم به آیندگانه، حجوم به کردستانه، حجوم به ترکمن سهراست و همه جایی دیگه که کسایی که حقوقش رو میخواستن، چون همه اونجا ها جاهایی بود که با انقلاب ضد هم با انقلاب ضد سلطنتی اونجایی که بشین مسئله داشت همون جاها هم رو میکرد. انقلاب اسلامی با همه این مشکل داشت تا میرسید به انقلاب فرهنگی. ببینید انقلاب فرهنگی چرا؟ چون یکی از پایه های مهم انقلاب ضد سلطنتی تو دانشگاه بود، تو مدارس بود، توی دانشگاه. حالا تو جامعه هم همینطور بود، بشین توی دانشگاه پایگاهی نداشت که ولی به خاطر که میخواست اونجا پایگاه ببره چیکار که اول نماز جمعه رو برد تو دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز جمعه رو برد دانشگاه تهران. خب اونجا که در واقع اینا اصلا پایگاه نداشتن. با قضیه انقلاب سفارتگیری سعی کرد به نوعی این دانشجوهای خودش رو مطرح بکنه یا به اینا نوعی مشروعیت بده، اونتا اونم یفتش به اون شکل نگرد. اینا مجبور شده که هجوم بیارن برای تسخیر دانشگاه. یه موفقیت کسب کرده بودن در سفارتگیری، این موفقیت رو باید تکمیلش میکردن. ابتدای سال تو پیام قید 59 خمینی روی مسئله تاکید شده، اصلا اشارهش به همین موضوع انقلاب فرهنگی هست، چون بحثاش شده بوده، نوتش اونجا اون داد. و بعد میبینیم که در اواخر فروردین و شروع میشه مسئله انقلاب فرهنگی توی دانشگاه و اواخر رژیم میره انقلاب اسلامی میره برای تحکیم پایه‌هاش و تحکیم هرچی بیشتر پایه‌هاش توی دانشگاه. و خب میبینیم اون بیرحمی رو تا اونجایی که میتونن رفته بودن برای قلقم، یعنی رفته بودن برای اینکه تا میتونن این کشتار بکنن. هر جایی هم که دانشجوهای اینطوری مدلی بیشتر باعث هم کشتار کردن، مثل شاپور، مثل شمال، جنازه ها رو اینطوری بکنن داختن، جنازه ها رو تو خیابی داختن. خالی غفاری خودش به شمال بود و اونجا دستشون باز بود، یعنی اومده بودن داده کشتار بسی در دانشگاه. همون واقعی که در واقع در سی خرداد اتفاق افتاد، خط رژیم این بود که در مسئله دانشگاه اون رو اجرا بود، مثل امرا فرهنگی، فقط امرا فرهنگی نبود، علاقم نیروی سیاسی هم بود اومده بود. منتهای مطلب نیروهای سیاسی باز هم اونجا تا اونجا که ممکن بود سعی کردن که این موضوع رو برخط بزن، ببیشه که تنوز خود رژیم هم در بالا مشکل داشت. علی سرج هم تازه رئیس جمهور شده بود و درگیری هایی بود، هنوز شورای انقلاب وجود داشت، حاکمیت اون طرف بشن، دولتی وجود نداشت که بخواد اعمال حاکمیت بکنه، چون دولت جمهوری اسلامی اون دولت که بعدها تشکیل شده بود هنوز قوه قضاییه دست به کار نشده بود، بهشتی تازه نتونست قوه قضاییه رو دست گرفته بود، مجلس تازه تشکیل شده بود، میخواست بشه، یعنی انتخابات شده بود دور اولش، هنوز به مجلس شورای اسلامی به اون شکل هنوز پا نگرفت برای که نمایندهاش انتخاب شده بودن یا مجلس قوه قضاییه خمینی حکم داده بود به بهشتی.
سرکوب رو داشتن. هر کجا که نیروهای سیاسی در واقع خواستن بیستن تا آخر رو برای کشتار رو بده بودن و در تهران هم اگر کشتار رو چه صورت نگرفت هم بخاطر و هم صحبت هایی که شده بود هم وساطتی که بنی صدر کرد بچند بنی صدر دارم وقتی که فرداش دانشگاه پیروز شده اولین نفری که بنوار پیروز رفت اونجا هول کرد و فرشته فرستادش جلو بنی صدر بود در صورت بنی صدر قبلش نقش میانجی داشت و اصلا نقش فاتح و اینا نداشت نقش این طرف مقابل رو نداشت بیشتر نقش میانجی داشت ولی اون روز فرستادش جلو اولین نفری بود که رفت جلو اونجا و عنوان پیروز صحنه سخنرانی کرد بهشتی و رفسنجانی کنارش ایستادن اونا خواهد برنده بهشتی ولی منظور من اینه که حتی انقلاب فرهنگی هم که ما رژیم اومدش اون روز برای قل و قرد نیروهای سیاسی در واقع اومده بود برای تثبیت انقلاب اسلامی و از بین بردن یکی از سنگرهای مهم انقلاب ضد فرهنگی برای همین روز سه سال دانشگاه تعطیل شد زمانی که دانشگاه دوباره رو باز کردن بازگشایی دانشگاه مصادف بود با سرکوب تمام عیار نیروهای سیاسی در ایران یعنی در سال 62 وقتی دانشگاه باز شد بازگشایی شد هیچ یک از تشکیلات سیاسی ایران باقی نبود یک بخشهایی از تشکیلات رو در کردستان بودن یعنی تا کردستان همه نیروها همچینی کرده تازه در کردستان هم یه بخشهایی در آلان شکست برده بودن از کردستان ایران هم داشتن نیروها همچینی کرده به سمت کردستان حرام اون موقع بود که نظام جمهوری اسلامی اجازه داد که دانشگاه ها بازگشایی بشه تا اون موقع تا اجازه بازگشایی دانشگاه ها هم نداده به همین دلیل که من تصورم اینه که انقلاب حالا بعدا میشه بیشتر راجع به صحبت کرد ولی انقلاب اسلامی از اون روز ادامه پیدا کرد و تا الان هم ما شاهد هستیم در چهره های مختلف خب حالا مقاومت مردم به چه شکل بوده مقاومت نیروهای سیاسی به چه شکل بوده این هم از ابتدای انقلاب همین صف دو تا صف وجود داشت این مبارزه وجود داشت اولین روزاشو ببینید شما زنها رو وقتی خمینی گفتش که بیاین ما زنها هر ندارن بدون چهارو بیان تو خیابون یا به سعید یا تو سعید از خمینی بودیم وقتی زن و مادر توی خیابون وقتی مادر تظاهراتی توی 8 مارس 57 کردن وقتی نیروهای سیاسی اعتراض کردن وقتی حتی آیت الله طالبانی اومد فشار اجتماعی بود با امام منظورشون این نبوده یا حتی بوشه شما زدن حتی اشراقی داماد خمینی اومد به گروه مطرح کرد که نظر امام همین نظره مثل که او همین دین سنگ اسلامی دیگه میگه و به قول خودشون خدای میکنه تا زمانی که بتونه خطش پیش ببره و بعد میبینیم دوباره تو هیجان پنج میکنم میبینیم جلوتر که دوباره میبرن توی کردستان خب مقاومت که مردم میکنن تو ترکم از هر مقاومتی که مردم میکنن یا در همین تهران یا شهرستان ها همجا وجودی که دست های چما آقا می کنند به نیروهای سیاسی ایستادگی اونها کشته هایی که می دهند توی همین مبارزه و چما آقا داری و مقابله با نیروهای نتیجه هم کم نبود در اقصان قاتل بعد از مسئله سفارت دیدی یا تو همون برای فرنگی اوج این حملات اسلامی چه مقدار ولی که خب مجبب کشته شدن خیلی از مردم و دانشجوها هم شد تو همون برای فرنگی تو مشهد توی شما و خوزستان و خصوص شیراز نسجات بینید و کسی که امروز الان دایی دارن سی سی دارن نرگی سر موزه کبیلر اینا از رهبران
شیراز بودن در حمله حجوم به سیاسی و پیشتی رو حالا مثلا آزاد خواهند گزارده خواهی به سواد بیهن بدون اینکه اشاره بکنن به نقش خودشون در بستر دانشگاه در حمله حجوم به نیروهای سیاسی به دانشجو و در کل جنراتی که مرتکب شده در نقش میدن جنرات خود اینها داشتن اینه که اگر ببینیم باز هم مشاهده کنید که این نیروها همشون نیروهای انقلاب اسلامی بودن که نقش همه به نیروهای نمراز زهدن نزمشتن و همه اینها بعدا پست کردن همه اونا که تو انقلاب تو حمله به دانشگاه تو انقلاب فرهنگی نقش داشتن اینها بعدا نیروهای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بشید همشون همین دانشجوی غیر خط امام همش میشدن نیروهای اطلاعاتی امنیتی یا رفتن توی استانداری ها پستای معاونت امنیتی رو به عهده گرفتن ما اگه بخوام اسم ببرم محسن دامادی همین از فرزاده که دانشجوی غیر خط امام بودن همین رضا سیف‌اللهی که بعدا فرمانده نیروی انتظامی شد اینا همشون دکتر پرفت ما بودن و مثلا رفتاری هم این حالات فرهنگی بودن اینا خب همشون همین جلالی که همین دیزا جلالی پور و این طرف اخوان این طرف و همین محسن آمین اینا خیلی با حالا بخوام اسمی دارم زیادن اینا همه یه موقعی تو نقش دانشجو به خط امام بودن یه روز تو نقش انجمن اسلامی بودن یه روز تو نقش سازمان دستورشون بودن و یه روز تو پست‌های سیاسی و امنیتی نظام داشتن و نقش مهمی هم در سرکوب داشتن نقش مهمی هم در پیش بردن به جنایت و تثبیت نظام جمهوری داشتن را این به نظر من یه نگاه رای جمالی بود به موضوع طبقا فرهنگی و اینکه ریشه‌هاش چی بود چرا رژیم کار کرد، چه نیروهای رو سازماندهی کردن سعی کردم خیلی گذرا بهش نگاه کنم اگه برام سوالی بود میتونم بجا بشیم مذهبی توسط حکومت شاه از سرکوب دستاوردهای انقلاب و مشروطیت تا سال 57 به طور همه جانبه و بسیار تقویت شده بود و موقع انقلاب میشد 120 هزار آخوند و حلبه بود به تمام مساجد دستشون بود آزادی بیان داشتن همه مثال زدم شما میتونستی بری طلب خونه از سربازی معاف بشی و تمام امکانات زندگی هم از همون جا و مکان و وزاد همه داشتن برای شما اگه میخواستی بری دانشگاه درس بخونی حتما باید سربازی رو میرفتی اگه پدر مادرت هم خوب نداشتن نمیتونستی بری امکان نداشتی
و تو خود بعد از پیروزی انقلاب هم حدود 80 تا نیروی مسلح من عرض کردم 5 نفره 10 نفره 20 نفره به وجود اومد. محمد رینگو که یکی از اونا بود و گروشات مختلفی که بازار رو می‌بستن، فرودگاه رو می‌بستن، باجگیری می‌کردن، خودشون زندان داشتن، آدم‌ها رو می‌گرفتن، می‌کشتن. خیلی از اون آدم‌ها همون ماه‌های اول انقلاب بدون اینکه دادگاهی بشه توسط این کمیته‌هایی که محل تشکیل شده بود، هر کی رو دوست داشتن مخالف بودن، از خط باش درگیر بشه، اون رو سواکی گرفتن کشت. سواکی نه. تو جایی مثل تبریز من خودم دیدم 21 نفر از درخت آبوزون کرده دو. اون بونه که به سواکی، خیلی از اینا سواکی ها همه را بعدا آزاد کرده. سواکی ها رو دوباره به کار فراخوندن، سواک دوباره احیا کردن، از بین نبردن. دوره وقتی هم یه آسیبی دید و سالهای اول انقلاب، ولی بعدا بازسازی کردن. ما این کسی رو میشناسن که رئیس سواک شهرستان خوی بود، تیر زده بودن به پاش به اسم رستم رو، شریعتی را تو مرز ماهو میرفت، این گرفته بود. بعدا دعوت که کار شد، از نزدیک هم میشناسن. این که نیروهای انقلابی سرکوب شدن، ولی ما اگه یه مثال خیلی زنده تری بزنم، جمهوری اسلامی فکر میکرد که اون دانشگاه ها را بس سرکوب کرد، تشکلهای سیاسی را از بین برد، نهادهای کارگری، زنان، نویسندگان را از بین برد، دیگه خبری نیست. حتی قبل از 88 نسل جوونی که بچه های خود ما به ما انتقاد میکردن شما رفتن یه کاری کردین، ولی توان نگهداریش را داشته ما را به این روز انداخته. یه فاصله بود، ولی سال 88 این فاصله رو بلا فاصله پر کرد. سال 88 اون نیروی جوان میلیونی به هر بهانه خیابونا ریخت، دید که اون نسلی که پدر مادرش ما باشه اشتباه نکرده، رهایی در انقلابه، جای دیگه وجود نداره. با کودتا رها نمیشه انسان، با امپریالیسم رها نمیشه، با جنگ رها نمیشه. متاسفانه کسی که امروز برای تونس و برای مصر و برای سوریه و برای لیبی اسم انقلاب میبرن، انقلاب نیست. کجای این انقلابه؟ ناتو پشتشونه، امریکا پشتشونه، ترکیه پشتشونه. با کشتار شما رئیس شورای انتقالی لیبی، اولین سخنرانیش مثل خمینی این بوده، گفت یه قانون ضد اسلامی تو کشور ما وجود داره، اونم تکمسری، ما باید این از بین ببریم. چند همسری بشه تو مصر کودتاچی، رئیس کودتا حسن مبارک بردن، ولی ارتش شد رهایی بخش. طنز بزرگ تاریخ اینجوری تکرار میشه. و من فکر میکنم که اون چیزی که تو جامعه باز تولید میشه، اتفاقا احزاب و سازمان ها و افراد میتونه سیستم های دیکتاتوری از بین ببره، سرکوب کنه. جنبش ها رو نمیتونه. جنبش ها عین آتش زیر خاکستره، با یه وزشی این جنبش ها دوباره راه میافتن. تو ایران جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان جوانان، جنبش های انقلابی مردم و محروم و مناطق مثل کردستان و خوزستان و سیستان و بلوچستان، اینها تجربه انقلاب 57 بود. نسل که ما هستیم، نسل جوانتر تجربه تحولات سال 88 بود. الان این نیروی قدیم و نیروی جوان دست به دست هم دادن. آرمان خیلی خوب اینو توضیح داد اولش. به نظرم این نیرو در کنار هم نیروییه که به هر رو اجازه نمیده ایران هم مثل لیبی، افغانستان، عراق بشه. آرزو میده، یعنی مردم با توان خودشون، با قدرت خودشون بتونن این رژیم نکبت رو بردارن و حکومت دلخواهشون رو بیارن، نه از طریق ناتو، نه از طریق آمریکا، نه از طریق معاصر اقتصادی، نه از طریق جنگ، از طریق مبارزه انقلابی خودشون. حداقل من که اون تجربه رو دارم به این مسئله خیلی خوش میدم. مرسی. من خواهش میکنم دوستان دیگه هم هر کنون 3 تا 5 دقیقه پاسخ بدن که اگه سوالی از تو جمع بود بتونیم بهش بپردیم. شما نه، من میگم که شما من فقط این یه نکته کوچیکی رو اضافه کنم به صحبت به سرزن برنامه. میگم که من و شما به عنوان در واقع نسل که تجربه نسل قبل بودم، نسل قبل من 53 سالم پس خوب میدید به عنوان بالاخره نسلی که این دستاوردها رو این امکان برای اون وجود داره، حتی تو خارج از کشور، که این
دستاوردها رو بگیریم منتقل بشه، چیزی که ازش محروم بودیم سالها، اینی که در واقع باید ما تلاشمون بریم باشه که بریم انقلاب دیگه رو سازماندهی کنیم. یعنی با توجه به اینکه خب تو سال 57 همونطور که من بحث اول هم گفتم، من معتقدم که اون سرفندی‌های مستقل وجود نداشت. یعنی شکلی که به خودش گرفت بیشتر یه انقلاب هم با هم بود، حوله یه محورهای کلی بود، اینکه باید رژیم شاه بره، اینکه سلطنت فاسده و یه سری شعارهای کلی، ولی مشخص نبود که بعدش قرار چه اتفاقی بیفته. و معمولا توی پروسه انقلابی از نظر من به این شکل که اون کسی که میتونه حاکمیت رو پایین بکشه اون تعیین میکنه که شکل آینده بعدی حکومت چی میتونه باشه. این دو تا نکته که ما بهش دقت کنیم. و یه نکته کوتاه دیگه هم میگم، من فکر میکنم حتی اون جوونی هم که 14000 نفر برای آب‌بازی میاد اعتراض میکنه، اینم شکلی از اعتراضه. یعنی ما نمیتونیم تفکیک باید بشیم بین اینکه حتما تو باید این مبارزه مشخص سیاسی کنی که برسی اون رنگ و بوی سیاسی داشته باشه، یعنی اینکه تو برای مسابقه فوتبال هم اعتراض کنی، به خاطر اینکه جامعه هزینه های در واقع کار سیاسیش اینقدر بالاه که مردم سعی میکنن که اون در واقع مفرا و اون منافذی که هزینه های پایین تری داره برای اعتراض اونا رو انتخاب کنن. فکر میکنم اینکه در واقعش هم باشه. من فکر میکنم که تو انقلاب 57 اون دوران نیروهای سیاسی به واقعیت‌های جامعه توجهی نداشتن. مثلا اون انقلاب یه نشد بمونی، یه تقابلی بود به عرض کردم بین انقلاب ضد سلطنتی و انقلاب اسلامی که یکی بر یکی دیگه پیروز شد. در واقع انقلاب اسلامی بر انقلاب ضد سلطنتی پیروز شد. این نبود که به نظر من روبوته شد، چون خمینی حضور داشت، خمینی از قبل هم بود، تو سال 42 هم میدیدیش یه جنبش ارتجایی که یه مشتی شاگرد بازاری، یه مشتی بچه آخوند و شاگرد بازاری اطراف بازار تهران سرای برامی را میداختن. همین الان شما برید سرای برامی باقرآباد 50 گرم ترقی خواهی اونجا پیدا می کنید. در سال 42 تو اونجا بوده و در اطراف بازار و قوم شما نگاه کنید نیروهای تشکیلنده هم جنبش 15 خرداد با سال 32 ده سال قبلش، خیلی عجیب غریب هم نیست. شما نگاه کنید تو سال 42 یه دونه زن نیست، یک دونه دانشجو نیست اون جنبش. ولی خب ازش حمایت میکنن، توجهی به واقعیت های جامعه نمیکنن، بیرون نیروی ارتجاییه. خیلی ها میرن اصلا آقا میرن میگن ما اصلا جنبش مسلحانه تو ایران بوجود اومده به خاطر شکست جنبش نمیدونم 15 خرداد سرکوب این نمیدونم یه مبارزه پارلمانتریستی جواب نمیده. همین صحبت هایی که میشه بدون اینکه اصلا توجهی بکنن یا بدون اینکه باز کنی جامعه که آقا اصلا سال 42 چی بوده، جنبش سوپر ارتجایی، خواستاش همه ارتجایی، یک دونه خواسته ترقی خانه نداره، حتی شکل و ظاهر ترقی خانه نداره، حالا چه برسه دیگه بخواد ببینیم محتواش خوب بوده یا نبوده. بنابراین شما نگاه کنید فقط تومون نیست، برای اینکه این هوشیاری وجود نداره. تو سال 56 وقتی که حتی بختیار در نظر چه از هوشیارترین آدم هاتون تو اون دوران دیده، حتی بختیار وقتی به خمینی نامه می نویسن، به شاه نامه می نویسن، بختیار بعدن نتیجهش رو به خمینی می نویسه. برای چی به خمینی می نویسه؟ برای که خمینی رو شناخته بودنش به عنوان رهبر. برای یعنی چرا نامه رو به من ننوشت؟ به کسی دیگه ننوشت گزارش کار بده؟ چرا؟ چون تو حتی تو ذهن اونا خمینی رهبر بود. حالا در این واقعیت هایی چون در نظر نمی گرفتن اون موقع همش هایی همین گفتن ایشالله گربست، ایشالله گربست. خمینی هم خب با چرا خاموش می اومد پایین توجه. البته تو اون حکمش برای شورای انقلاب هست، میگه بر اساس شرع اونجا همه چی درست میگه، میگه شرع اونجایی که حکم فارسی نوشته همه شرعه، برای خارجی های بنیسند رو اوزاده و اینا یعنی ترجمه میکردن همه سر شکلش میدادن و میچرخوندنش و بعد با آقا میگفتن آقا اینجور نبود، اینجور نبود. تو حکام فارسی که صادر کرده همه مشخصه،
میگه شرحه، من به عنوان شرح میگم، از نظر شرح میگم، حتی ایران میگم، میگم از شرح میگم. اینه که توجه به واقعیت نمی کنم. الان هم همین واقعیت. ببینید، ما الان دوباره داریم تکرار میکنیم. یک سری تغییر تحولات داره تو جامعه ما شکل میگیره. یه واقعیت خارج از ذهن ما وجود داره. این واقعیت خارج از ذهن عمل میکنه بدون اینکه ما بخوایم، بدون اینکه خوشمون بیاد یا نیاد. یعنی چنانچه اقدام نکنیم، چنانچه دست به کار نشیم، قطعا براتون چیز درست میکنم، آلترناتیو درست میکنم. دست من شما نیستش، حتما این کار رو میکنم، چون که کشورهای دیگه کردن. حتی بعد سر سفره آماده یا باید بشینی یا بگی نمیخوام، هر کی بگی نمیخوام میزنش بیرون، به کسی تعارف ندارم. برای تو این شرایط این نیروی متعهد یا نیروی مترقی یا نیرویی که دل سوزه میبایستی سعی کنه از شرایط به نفع خودش استفاده کنه، سعی کنه از این موقعیتی که درش قرار داریم استفاده کنه، وگرنه به دیگران استفادهشون رو میکنن و میبرن، دوباره ما سرمون بیکلا میمونه. کما که تو 57 هم شد، تو اون شرایط کسی نمیمد نگاه کنه ببینه که نیروه که الان واقعیت جامعه چیه، من چقدر قدرت دارم، مثلا چقدر نیرو دارم، نیروهایی که پشت من هم چطوریه، کسی اینا رو نگاه نمیشه. آره ما همه آرمان های خیلی خوبه، خواسته هم خیلی خواسته های خوبه، اما این که چقدر میتونیم اینا رو اجرایی کنیم، با چه نیروی میتونیم اجرایی کنیم، تو کجا باید وارد بشیم، با کی باید وارد شیم، با کی باید متحد بشیم، بعد ابزار کارمون چیه، بعد چه شرایطی رو استفاده کنیم، هیچ اینا رو نگاه نمیکنیم. و سوال من این که میتونه دوباره تکرار بشه. چی بفهمم؟ آقای مستاقی، من یه خاطره دارم. سال 1350 شهریور 1350 در زندان اوین با سعید محسن شما فرمودید که 15 خرداد ارتداد میدن، من میدم رو، ولی من 17 روز در زندان انفرادی من و سعید محسن بحث داشتیم راجع به خمینی. من رد میکردم اون تعریف، چه تو گوزر خوردن الان شد ارتجایی. البته من در این رابطه بهتون بگم چپ ها من داشتن موقعی که گل سرخ برمیگن راجع به مولا علی صحبت میکنن، من نه پاسخ من اینه که از کی شما متوجه شدید که این جریان ارتجاعی بود؟ البته من پاسخو جواب خوب، من پاسخو مواسه خودم هم نسعید موسه نه هیچ کسی دیگه، ما هر کدوم پاسخو اعمار و رفتار و مواسه خودشون هم. شما که وقتی که سازمان شیرکای فرای خرق وجود اومد همون جمعه شکل جزنی وزیر زنیفی حتی را قبل از تشکیل سازمان شیرکای فرای خرق اونها پای رسی میکنن، اونها هم برستر هم 15 خرداده، من نمیدونم کسی بحثش میدن یا نه، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور اصلا اینطوری نبوده. من داستان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی داستان 15 خرداد تو خارج کشور بلدم، برای چی بچه داستان حرفا نمیفهمید که بنده در خارج از کشور کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی برای احیای جنبش واحد دانشجویی هر خط سه بود، هر خط سه که مشاهده میکنید بعدا اومدن ایران و اون دانشجویان مبارز رو به بخشش تشکیل دادن، بخشش اتحادیه کمونیست ها بود و کنفرانس وحدت، بخشی از کنفرانس وحدت هم تشکیل بودند، بعد در خارج از کشور با اونا فعالیت میکردن. این که 15,000 نفر در این دروغ بزرگ که 15,000 نفر در 15 خرداد کشته شدن
من در نشریات فارسی و 16 آذر و رزیستنس انگلیسی کنفدراسیون خوندم و یاد گرفتم. من از سعید محسن یاد نگرفتم. یک. و بعد حتی و من تو خونم جهت اطلاعات میگم تو خونم من دنیا چجوری بوده؟ پوستر آیت الله قفاری و سعیدی جفتشو داشت با پرویز واعظ‌زاده مرجانی به اضافه رضایی ها به اضافه حمید اشرف و فدایی ها همه‌ش مال کنفدراسیون بود همه مال احیا ها و اینم که سر چیزو با مهده سراخ کردن پاش تو تابه سازونده بودن اینم باز تو نشریه کنفدراسیون بود مال آیت الله قفاری من از اونجایی نمیدونم. اینی که در واقع مشکل هم قضیه هم همینجاست که نیرویی که سال 32 رو دیده اون جنبش ها رو دیده بعد اون داستان ها رو دیده یهو میاد سال 42 حمایت میکنه مثلا از یا سکوت میکنه یا اونو مبدع تاریخ میبینه. من منظورم اینه اما اینکه من خودم شخصا کی فهمیدم داستان ها رو من راستش بخشی از اینا رو خب من تو بعد دستگیری خب من مبارزه ضد امپریالیستی بعد دستگیری فهمیدم روزی که بردارم با پای کاپ برده توی حیات اوین با شعار مرگ بر امریکا بردارم کردن ورزش کنم اونجا مبارزه ضد امپریالیستی فهمیدم. من خودم کسی بودم جلو سفارت از شب اول خوابیده بودم جلو سفارت موقع گرفته بودم درست از شب اول. یعنی من یادمه من یه برنامه بود مال مجاهدین در دانشگاه تربیت معلم مهدی عبدالشمس خوابیده بود ما هم اونجا بود. جلسه که تموم شد گفتن آقا میرید اونجا. بنده از همون لحظه رفتم اونجا در جلو دانشگاه همش هم اونجا. خب اون تو میخوام این رو بگم خدمتون که آره اون موقع که نمیتونیدم که همون اداره جلوی سفارت رو سفارت امریکا رو همه رو ما بزاره بشه همه خدا میکشم و بعدن اون تا و بعدن به تو بگم من جهاز اعتراض من تو تظاهرات پنج مهران بودم. یکی از شعاری که تظاهرات پنج مهرم که میدادن پنج مهر سال 60 من خودم بودم حتی اونجا شعاری که در فرنستی میده تو پنج مهر چون خودم از اون شعار بودم خوب یادنه. ولی روزی که در دستگیر شدم روز انتوده ما و اولین جمعه بهمن 60 اون روز ذهنیتم دیگه دید. بعدم که خب همیشه بود تو زندانم موقع تو بچه ها شاید اینجا یادشون هست تو قهر بودی تو قیامت بودی تو فشار بودی زیر شکنجه بودی حاج داود رحمانی هم رو صحبت میکرد میگه شما جزء لیست آمریکایید. به زندانی که مقاومت میکرد میگفتن شما جزء لیست آمریکایید جزء مطالبات آمریکا هستید. این جملات یا این عبارت های دقیق خود آج داوده میگفت شما جزء مطالبات آمریکا هستید جزء لیست مطالبات آمریکا از لیست آمریکا بیا بیرون هم موقع نمیگفتن. یعنی که من اون موقع متوجه ولی خب این که خب یواش یواش اومدم بعد دیگه متوجه شدم آقا 15 خرداد چیه بعد تجربه کردم بعد بودم چرا توی پروسه به نظر امروز نبگم نکرد روز اول که این چیه نبوده